به نام یاد خدا، سلام، وقتتون بخیر. هموطنان عزیز، کسانی که میل از بیننده برنامه صبح زندگی تلویزیون جهانی آریانا هستید، دوستان گرامی، امروز دومین روز ماه پرفیض و برکت رمضان است. شما میفهمین که موضوع ویروس آمد، موضوع قرنطینه آمد و حال هم ماه رمضان. یک اندازه بر یک تعداد از هموطنان ما واقعا که این روزات سخت میگذرن، خصوصا کسانی که نادار هستن، کسانی که روزمز بودن، کسانی که روزانه کار میکردن و بر شب غذا تهیه میکردن برای خانواده های خود، برای اونا واقعا این روزها سخت میگذرن و روزهایی است که شما هموطنان عزیز دست از اینا را بگیرید. شما میتونین سر بزنین به وبسایت بیاد فاندیشن یا بنیاد بیاد، از اون طریق برای یک تعداد شهروندان ما کمک بکنین. شما میفهمین که بنیاد بیاد از سالیان سال برای هموطنان ما کار کرده و دست هموطنان ما را در بخش های مختلف افغانستان گرفته، در شرایط ضعیف و هموطنان ما کمک کرده و حال هم بنیاد بیاد آماده خدمت برای تعداد از خانواده ها هستند. شما سر بزنین به وبسایت بنیاد بیاد و از اون طریق تمام معلومات را میتونین که پیدا کنین. و فعلا ما به سرک پنجم سیلوی مرکزی آمدیم و خواستیم ببینیم که مردم در چه حال و هوایی هستن. اما قسمی که شما میبینید قسمت سرک سیلو یا سرک پنجم سیلو مسدود است، بر روی ترافیک تعداد زیاد موترها که میای ایستاد میشه و دوباره پس بر از اینا اجازه داده نمیشه، پس دور میخورن، باید یک روی تورانی را باید طی بکنن و پس به یک مسیر که میخواین برن به اونجا برن. از چندین روز به این طرف یک تعداد موتراب از یک سمت اجازه داده میشه برشان، برای یک تعداد موتراب از یک سمت دیگه اجازه داده نمیشه، که یک تعداد مردم هم به این باور هستن، میگن که اگر بند است خب کاملا باید بند شود، اگر نه که بند نمیکنن سرکه باید اجازه بده که تمام موتراب حداقل رفت آمد بکنه، از این بیلبورد در امان بانن. و ایجاد شدن مثلا ببینین پیشتر موتراب را اجازه نمیدادن، حال موتراب را اجازه میدن، تمام رابندان از بین میره. این شرایط مردم زیق آمدن، میگن که قانون یک قانون باید باشه، یا اجازه بدن یا اجازه نتن، بالاخره که مردم هم بفهمن. میشه با شما گپ بزنیم یک دقیقه؟ صبحتان بخیر. سلام علیکم. خوب هستین؟ خدا معرفی بکنین. با فیروز، یکی از دکاندارای سرک پانتون. خب دکانتون همینجاست؟ جانا بگوین که وضعیت چه قسم از سرک پانتون؟ والا وضعیت خوب خراب است. از چی خوش هستین؟ از چی خفه هستین؟ از همین خوش هستیم که اگر دولت نمیمونه خو کلا گیر نمونه، اگر میمونه زور بالا را میمونه و بیزور نمیمونه و بخواهش میکنیم از دولت که کلش یک رقم باشه، باید از کل مردم یک رقم را بیاد سروالی و جوالی، باید یک رقم تدبیق شد قانون. هنوز هم سرک پنجم سیلو هستیم یا سرک که به نام سرک پنتون مسما است. شما دیدین یکی از دکاندارا چی گفتنی داشت؟ چی میکنی خودت اینجا؟ سلام. و علیکم سلام کاکا، من بوترنگی میکنم. همیشه چند پاسه به امروز هفته است که خرج خانه است و در خیمه است، من چیز میزه ندارم. در خیمه زندگی میکنین؟ چیز میزه ندارم. کجاست خیمه تان؟ بلدم کچه قلاوت کوته سنگی. خب پدر چی کار میکنه؟ پدرم کراچیوان است، نمال بیتاره تراره کچن پکن. بیادر دیگه چی کار میکنه؟ روز از کلان من هستم. خب خودت کار میکنی امرای پدرت؟ بله. خب کارت شده امروز، چند کار کردی؟ امروز به خدا صبحی برامدم خانه. خب توکل به خدا اگر امروز هفته کلچن رو کنم. چند کار کردی؟ امروز گفتم به نوی حرکت کردم. هیچ کار نکردی هنوز؟ نه. خب خدا میروان است، تو همیجا باش. آفرین. بیننده گزارش ما به گونه زنده از سرک پنجم سیلوی شهر کابل است و پیشتر دیدین که به موترا بر تمامشان اجازه داده شد که باید برن و حال هم پلیس چک میکنن موترا را، موترایی که موترای دولتی است فکر میکنن برای اونا اجازه داده میشه که از سرک عبور بکنن و موترایی که شخصی است و کار خیلی عاجل ندارن نظر به فکر خودشان برای اونا اجازه نمیتن، پس دورشان میتن که برن از مسیر دیگه یا پس به خانه های خود برن. تشکر میکنیم از شما که تا این لحظه بیننده برنامه صبح و زندگی تلویزیون جهانی آریانا بودید. حال هم وقتتان خوش، خداحافظ. اگر میخواین گزارش ما را به گونه تکرار بیننده باشین، سر بزنین به چینل یوتیوب همایون افغان یا چینل یوتیوب تلویزیون آریانا که مربوط به آریانا میشه، اونجا گزارش ما را به گونه تکرار ببینین و همچنان ساعت 7 امروز به وقت افغانستان بیننده باشین که من میلازم میرم یک گزارش ویژه تهیه میکنم. خ
ملاقات به خاطر چینل یوتیوب و شما ساعت 7 به وقت افغانستان اونجا همچنان بیننده گزارش ویژه ما باشین. وقت خوش، خداحافظ. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین، پس ما را سابسکرایب بکنین.